به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمده. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها، ادعای حمله جبهه مقاومت بر قصر شاهی جبل‌السراج طالبان رد کردند. با گزارش اسپوتنیک، حامد سیفی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی به روزنامه 8 صبح میگوید که این حمله حوالی ساعت 7 بجه شب 16 جدی رخ داده است. با گفته وی، در این حمله چندین تن از افراد طالبان کشته شدند. سیفی اما در مورد رقم دقیق تلفات این درگیری چیزی نگفت. وی همچنان ادعا کرده که این دومین حمله چریکی افراد جبهه مقاومت ملی و قصر شاهی ولسوالی جبل‌السراج است. برخی از منابع محلی در ولسوالی جبل‌السراج نیز میگویند که شب گذشته در مربوطات قصر شاهی این ولسوالی حدود 10 دقیقه درگیری شدید به وقوع پیوسته است. اما مسئول حکومت محلی طالبان در ولایت پروان ادعای جبهه مقاومت را رد میکنند. شمس رحمان صدیقی، سخنگوی والی طالبان برای ولایت پروان، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت فقط چند فایل پراگنده برعرق شده و بس. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود با روی کار آمدن طالبان در ولایت پنجشیر تشکیل شد. هر وقت بر موضع نیروهای حکومت سرپرست طالبان در برخی از ولایات حمله میکنند، طالبان اما همواره دست داشتن جبهه مقاومت در این حمله ها را رد میکنند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید تا بسته خبری دیگر حالا مددگارتان. فراموش نکنید این ویدیو را لایک و به دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید. پیروز و کامگار باشید.